بسیار خوب. شما قبل از اینکه با تایپ آشنا بشید، حتما حتما یه نگاهی باید ما بندازیم به کیبورد، کلیدهایی که لازم داریم و با کیبورد و دگمای مختلفش آشنا بشیم. لذا توصیه میکنم به این قسمت خوب توجه کنید. کیبورد های مختلفی وجود داره، گزینه های مختلف بر اساس از موضوع شما که نیاز های مختلف، کیبورد های مختلفی رو چیکار کرده باعث شده که به بازار بیاد. ولی عمدتا اصل کلید هایی که وجود داره به این نحوه، یه سری میانبر های برای مالتی میدیا داریم که حالا قدم به قدم باشون آشنا میشین، یه سری دگمه های فانکشنال کی داریم، F1 و F2 اینها تا معمولا F12، بعد یه قسمت کلید داریم که برای اعداد اونایی که میخوان کارهای حساب داری اینا انجام بدن که فعال میشه. البته ما اینجا اعداد هم داریم ولی اینا دیگه راحت‌تر گزینه‌های سمت راستمون. یه سری اروکی ها هستن، کلیدهای فلش به صورت فلشن، بالا پایین کردن صفحه. یه سری هم قسمت کلیدهای تایپه که این قسمت قرار داره. بعضی از کیبورد ها هم یه سری میامورهایی رو برای برنامه‌ای مثل آفیس و ورد اینا رو دارن که همین دکمه رو بزنی مثلا ورد فعال میشه با زدن یه دکمه. من توصیه اکید دارم، همون بلایی که سر خودم اومده، دوست ندارم کسایی که پشت کامپیوتر بیش از حد میشینن برای فعالیت‌های مختلف خصوصا، حتما نحوه صحیح نشستن هزینه کنن برای صندلی خوب، ارزش رو داره که باعث آرتروز گردن کمر نشه یا دستاشون، که الان من همین مشکل متاسفانه برای خودم به وجود آوردم بر اثر اینکه دقت لازمو در این کار نداشتم. چشماشون مانیتور به قول معروف فاصله لازم داشته باشه. من توصیه میکنم حتما هزینه لازم برای این کار انجام بدن، ارزش داره. صندلی مناسب، میز مناسب، بعد از کیبورد مناسب و نحوه درست نشستن و چیه پشت دستگاه یاد بگیرن. دستاتون آروم آروم میبینید بعدن دوچار مشکلاتی میشه. حتما یاد بگیرید که دو دستی تایپ کنید، خیلی هم راحت میشه چیکار کرد این کار. من یه سری برنامه‌هایی رو برای تایپ اینجا گذاشتم داخل سی دیاتون، برید یه برنامه بسیار عالیه که شما اگر اینو اجرا کنید میبینید آموزش تایپ لسن 1 مثلا میزنم قشنگ برام یاد بیاد، مثلا اینا داره میگه که اینا رو تایپش کن، من اینا رو اشتباه تایپ کنم خودش چیکار میکنه؟ هشدار میده که غلط داری تایپ میکنه، میگه یعنی با این انگشت بزن و این حرفو، میبینید اگر درست بزنم اینجا تایپ میشه و میره جلو. حرف بعدی باز میگه که باز همینه باید بزنی، میزنم تایپ میکنم میگه نه این دور اینه. اما یه چیزی نگاه کنید رو کیبوردتون، خیلی خوب شده، یه بریدگی همین الان به کیبوردت نگاه کن، یه بریدگی کوچیکی روی حرف F و حرف چیه J وجود داره. برای چی؟ برای که تقسیم بندی اینه که میگه که نگاه کنید وقتی من یه حرفی رو میزنم اشتباه، این انگشت باید روی این قرار بگیره، بقیه انگشت هم در این قسمت، یا این یکی انگشت برای اینکه دقیقا متوجه بشید منظورم چی، از اینجا خارج میشم میرم روی پاورپوینتی که داشتم براتون اجرا میکردم. ببینید این انگشت ها وقتی تقسیم میشه اصول درستش اینه که این انگشت چیه اشاره روی حرف جی، تقسیم بندی انگشت ها، این انگشت دیگه ده سمت چپمون روی حرف F قرار بگیره، روی همون بریدگی که گفتم حتما حتما، و انگشتای شست شما روی اسپیس که سی زیاد لازم داره، انگشت وسط بر روی این حرف، دقت کنید تقسیم بندی به این ترتیبه. بس انگشت اشاره سمت راست روی J، انگشت اشاره سمت چپ روی چیه F، و بقیه انگشتا روی این قرار میگیره حالت استاندارد. بعد بقیه انگشت ها تنظیم برای تایپ کدوم حرفا، اینایی که رنگاشون اینا رو دارید همه رو در داخل سیدیتون میتونید مشاهده کنید، همین صفحه رو دارید، اینایی که سفیده میبینید این قسمته، یعنی دگمه شست من فقط آلت و تنظیم آلت سمت چپ با اینه، اسپیس و با هر دوتاشه موقعی لازم که فشار بده، و انگشت زرد این حروفا رو، یعنی انگشت که رنگ زرد خورده، انگشت اشاره سمت راست شما M و N و H و J و U Y عدد 7 و 8، یا سبز انگشت سبز شما فقط انگشت بزرگ است یه گل داره، فقط چند تا دگمه 3 تا، اما بیچاره این انگشت کوچیکه همیشه آدم ضعیف‌تر کار بیشتری رو باید انجام بده، پول کمتری رو هم بگیره. نگاه کنید این همه دگمه ها
فقط وظیفه این انگشت کوچیک است که باید تمرین بدید و اینا رو چیکار کنید، همیشه هم دوره کناره این بدبخت. این هم همینطور، این انگشت کوچیکه بدبخت این و این همه دگمه هایی که میبینی رنگ شده، وظیفه اینه، اینو باید درست اصولی تمرین کنید و یاد بگیرید. خب من میرم توی سراغ این برنامه. میبینید توی این برنامه درس های مختلفی وجود داره، همینطوری میره جلو حروف رو ادغام میکنه، حالا حروف بیشتری رو ادغام کرد ببینید و برای زدن. و توصیه میکنم حتما حتما چیکار کنید، از این برنامه استفاده کنید. یه برنامه دیگه ای هم داریم تو اینجا، یه برنامه ای هم برای کودکان خیلی جالبه. این برنامه برنامه مختلفی رو اینجا گذاشتم، از جمله اینها اینه که میتونید خیلی راحت نصبش کنید. اینستان برای بچه ها خوبه، آموزش ورد و تایپ خوبی هست و همینطور بزرگترها فرقی نمیکنه. کلوز میکنم میام اجراش میکنم. اینا رید استاپ شورتکاتش هست، اینا برنامه ای کنن یاد بگیرن سریعتر. ببین گزینه‌های مختلف داره، مثلا فیش کسکیت و ایزیش رو انتخاب میکنم تمرین. یعنی بچه باید بزنه سریع جی کی ال که اینا چیکار کنن. اگه دیر برسه چیه؟ نمیتونه دیگه. و این الان این حروفو من نمیزنم میرسه، که بازی تفریحی و جالبیه. گزینه‌های مختلفی رو داره که میتونه سخت‌ترش کنه، دستورالعملش رو بره، مین منو بره. گزینه‌های مختلفی داره به صورت بازی‌های تنوع زیاد داره، هم بازی هم تعریفه. سری باید چیکار کنم؟ این حروفو بزنم با حروف درست. ولی سعی کنید انگشتاتونو با همون روشی که به همون روشی که گفتم انگشتاتون رو درست بذارید که به بچه هم یاد بدید، بچه‌ای که میخوان یاد بگیرن درست تمرین کنن. بس نحوه قرار گرفتن انگشتا برای حروف و بس دقت کنید که استانداردی کلیدهامون چیا شدن. یه قسمت فانکشنال کی داریم، قسمت بعدی یک سری کلیدهای هوم و اند و اینا رو داریم، یه سری چراغ‌هایی داریم که کار می‌کنیم، قسمتی هست که فقط اعداد هستن برای ماشین حساب، اروچی کلیدهای بالا و پایین رو داریم و کلیدهای تایپی. گفتیم نحوه قرار گرفتن درست دست به چه نحوی باید باشه که تنظیم درست باشه برای تایپ کردن. ببینید گفتم بعضی از چیه کلیدها چی دارن؟ کلیدهای مالتی میدیا دارن که برای سی دی رام ایناست. شاید بعضیا نداشته باشن، مهم نیست، فقط اونایی که دارن دقت کنن. مثلا صدا رو میتونه چیکار کنه؟ زیاد کنه، اینجا بالای کلید هاست، صدا رو کم کنه، صدا رو اصلا قطع کنه، صدای موسیقی اینا رو قطع کنه، ترک های موسیقی رو چیکار کنه؟ عقب جلو یا فعال کنه. قسمت بعدی گفتم چیه فانکشنال کیا هستن، F1 F2 اینا به چه دردی میخورن. خب دقت کنید، من از اینجا خارج میشم، من الان F1 رو بزنم چی فعال میشه؟ من الان دکمه F1 رو زدم، help پاورپوینت، چون من تو برنامه پاورپوینت هستم، هلپ پاورپوینت فعال شد. من اگر تو خود ویندوز باشم، مثلا مای کامپیوتر رو بزنم، F1 رو بزنم، هلپ چی فعال میشه؟ هلپ کل برنامه ویندوز فعال میشه. بس با زدن دکمه F1 در هر برنامه، ببینید F1 هلپ این فعال شد. معلومه مثلا برم توی ماشین حساب، قسمت اکسسوریز فرض کنید پینت نقاشی، خوب دقت کنید، شما تو هر برنامه‌ای باشید F1 رو بزنید. من الان دکمه F1 رو زدم، الان هلپ چی فعال شد؟ این قشنگ میتونم یاد بگیرم چطوری چیکار کنم، از این پینت یاد بگیرم استفاده کنم، چطوری عکس بکشم، نمیدونم رنگ‌ها، تنظیمات، چیزای مختلف، گزینه‌های مختلف. بس برنامه آموزشی این قشنگ برای من چی میشه؟ فعال میشه. بس اولین گزینه‌ای که یاد گرفتیم چی بود؟ دکمه چی بود؟ F1. F1 رو بزنیم. اما F2، وقتی من الان روی برنامه انتخاب مثلا مای کامپیوتر انتخاب کردم F2 رو بزنم چی میشه؟ رینیم. اینا فانکشنال که کلیدهای مختلفی هستند برای رینیم کردم. مثلا مای کامپیوتر یه پوشه‌ای رو درست کردم خودم، پوشه خاصی رو، یادم رفت اسمش رو بذارم مثلا زهیری، کافی انتخاب کنم F2 رو بزنم. وقتی F2 رو بزنم رینیم عوض میشه و میتونم چیکار کنم؟ اسم گذاری کنم. اما F3، با زدن دکمه F3 چی میشه؟ برنامه سرچ فعال میشه. میبینید سرچ من فعال شد که میتونم توی کامپیوترم سرچ کنم. از اینجا میتونم برم چیکار کنم؟ سرچم از قسمت استارت سرچم رو فعال کنم، گزینه سرچ. ولی با زدن F3 خیلی سریعتر و راحت تر.
اما F4 گزینه باز میتونه من الان میخوام ببندم Alt F4 بزنم چیه؟ کل برنامه پاورپوینت من دیده شد، بسته شد. اما اگر Ctrl F4 بزنم، مثلا یه برنامه است یه تایپ کردم یا کنید Ctrl F4 بزنم، چی رو میبنده؟ فقط اینو، مثلا میگه ذخیره کنم، میگم نه. ببینید برنامه بسته نشد، برنامه بسته نشد. چی بسته شد؟ اون فایلی که در درون این باز بود. یه بار دیگه نگاه کنید، من یه برنامه ای رو باز میکنم، create، اینو تایپ میکنم، Ctrl F4 بزنم، فقط چی بسته میشه؟ این برنامه‌ای که الان دارم کار میکنم فقط این سنده باز میشه. اما Alt F4 بزنم کل برنامه ورد بسته شد. بس نمون F5 مثلا تو گزینه یه که معمولا توی چیا به درد میخوره، توی ریفرش کردن اینترنت اینا بیشتر به درد میخوره. البته میگم اینا کاربردهای مختلف داره، گزینه‌های مختلف داره. یکی از گزینه‌هایی که من فکر میکنم از اینا به دردتون میخوره F6. شما حساب کنید الان من F11 ازت میخوام، F11 رو بزنم چه اتفاقی میفته؟ مگزیمایز میکنه، به خصوص صفحه هایی که میخواییم صفحه رو بزرگ داشته باشیم. دوباره F11 رو میزنم چیه؟ صفحه کوچیک میشه. پس با زدن F11 میبینید صفحه من کاملا مگزیمایز شد. با زدن دوباره مجدد F11 صفحه به حالت عادی برمیگرده. بعد نیست که آدم بعضی گزینه ها رو چیکار کنه؟ حتما یاد بگیره. خب میرم سراغ دگمه فانکشنال کی. گفتم گزینه‌های مختلفی هستند که میتونید ازشون چیکار کنید، استفاده کنید و کاربردهایی خواهند داشت. قسمت بعدی شاید برای بعضیا جالب باشه یاد بگیرن، پرینت اسکرین. خیلی دگمه جالبه و به درد بخوری، به خصوص برای کارهای تایپ و عکس و اینها. به چه دردی میخوره؟ مثلا من میخوام تو صفحه آموزشیم یاد بدم که گزینه پینت از اینجا فعال میشه. این صفحه رو میبینید، کافی الان من دگمه پرینت اسکرین رو بزنم، میدونید چه اتفاقی افتاد؟ الان رفت تو حافظه همین عکسی که میبینید. الان کافی یه برنامه مثل پینت رو بزنم و برم پیست بچسبونم، میبینید اون عکسه و میتونم را حتی خود ورد، پاورپوینت فرقی نمیکنه. من یه دونه نیو میزنم توی پاورپوینت، اینو دیلیتش میکنم، اینجا پیست رو میزنم، دکمه پیست، ببین اون عکس افتاد اینجا و میتونم روی این کار کنم. بس پرینت اسکرین چیکار میکنه؟ از صفحه شما عکس میگیره، از اسکرین سیو. از من الان کلکیلیتر رو مینویسم، کلک ماشین حساب، میخوام اینو داشته باشم. خب پرینت اسکرین رو میزنم، الان میرم روی همینجا اینو دیلیتش میکنم، یه دونه پیست میزنم، ببینید داد. اما اگر من خود اینو میخوام، نه کل صفحه رو، یعنی چی؟ یعنی من فقط ماشین حساب تنها رو، Alt پرینت، دکمه Alt پرینت اسکرین، Alt رو میگیرم پرینت اسکرین. حالا فرقش اینه، نگاه کنید چقدر جالب. پیست کنم، فقط و فقط چیه؟ اون صفحه فعال گرفت. بس پرینت اسکرین از صفحه شما عکس میگیره. اما اگر شما فقط میخواهید از یه صفحه خاص، مثلا شما الان پینت هم فعاله، اینم فعاله، اینم فعاله، فقط من میخوام از این بگیره، از ماشین حساب عکس بگیره، بقیه پشت صفحه نیفته، حتما چی رو میزنم؟ آلتو میگیرم پرینت اسکرین. الان فقط کجا رو گرفت؟ اینو دیلیت میکنم، میبینید فقط اینو گرفت. بس پرینت اسکرین دکمه خیلی خوبیه، به درد بخوریه که شما چیکار کنید؟ استفاده کنید. خب بریم سراغ دکمه بعدی، اسکرول لاک. هم که دکمه وسط، یه دکمه وسط داره ماوس، میتونه اونو چیکار کنه؟ لاک قفل کنه. وقتی هم چیز بشه چراغش چیه؟ در این قسمت ببینید، قسمتی که اسکرول لاک نوشته، اسکرول یه چراغ داره روشن میشه که نشون بده که اون دکمه چیه، فعاله. پاس بریک، پاس بریک هم برای دکمه یه که چیه؟ موقعی که ریستارت میکنید، مثلا اینجا به دردتون میخوره، کامپیوتر ریستارت میکنید، صفحه سیاهی میاد مشخصات کامپیوتر، همین چیه پاز رو بزنید چیکار میکنه؟ اونجا نگه میداره و مشخصات کامپیوترتون رو به صورت دقیق میتونید بخونید که چه سیستم شما چه مشخصاتی داره. این هم که چراغ هست. نام این چراغ اگه روشن باشه، یعنی اینکه دکمه های ماشین حسابی که گفتم، نام اینجا اعداد، این ناملاک رو میبینید، این دکمه این ناملاک رو بزنید، چراغ نام هم چیه؟ روشن میشه و که نشون میده که این اعداد داره کار میکنه. اما اگر این خاموش باشه، اینا اعداد دیگه تایپ نمیکنن، این کارهایی رو میکنن که روشون علامه مثل بالا رو، فلش پایین رو، فلش سمت راست چپ و گزینه‌هایی که روشون نوشته شده. پس اگر نام لاک روشن باشه، دقت کنید چراغ روشن باشه، اینا اعداد تایپ میکنن، منفی، مثبت، مساوی،
عرضم حضور شما که 1 2 3 4 5 6 تقسیم ضرب اینا رو تایپ میکنه، اما اگر خاموش باشه اینا تایپ نمیکنن ها. برای اینکه متوجه بشید دقیقا چی میگم، استارت رو میارم ماشین حساب. این الان من این ناملاک هم روشنه وقتی این اعداد تایپ میکنم اعداد، اما اگر ناملاک هم خاموش کنم نگاه کنید دیگه تایپ نمیکنه، چون الان حروفی اصلا اون کارهای دیگه رو انجام میدن. پس حواستون باشه که موقعی که چراغ ناملاک فعال باشه، چراغ روشن باشه، اینا این کار اعداد و حسابداری رو میکنن. اما گزینه بعدی چیه؟ کپس، کپیتال لترز، حروف بزرگ. ببین اگر کیبوردتون رو دقت کرده باشین، روی کیبورد یه گزینه دکمه داریم کپس، اینجا نوشته اینجا کپس کپیتال لترز. وقتی شما این دکمه رو بزنید این چراغ روشن میشه، کپس این چراغ وقتی روشن بشه نشون میده که این دو حروف فقط بزرگ تایپ، برای اینکه دقیقا متوجه بشید چی میگم. ببینید من الان روی ورد هستم دارم تایپ میکنم حروف کوچیک. خب اگر میخوام حروف بزرگ بزنم باید چیکار کنم؟ شیفت رو بگیرم، مثلا حرف A رو بزنم، بعد دوباره حرف شیفت رو میگیرم حرف حروف بزرگ. اما اگر من کلا میخوام حروف بزنم کافیه کپسلاک رو فشار بدم. الان چراغ کپسلاک من تو کیبورد فعاله، من هرچی لازمم نیست که شیفت رو بگیرم. ببینید الان فقط چی داره میزنه؟ حروف بزرگ. پس کپسلاک موقعی فعال میکنید که دوست دارید چیه؟ تمام حروفتون بزرگ تایپ بشه. اینم کپس لاک. اما اسکرول هم که گفتم دکمه اسکرول که بالا وجود داره بزنید روشن بشه. ماستون اشاره گرش چیه به حالت خاصی در میاد که میتونید چیکار کنید اینو فعالش کنم. ببینید میتونید برای پالک پرکندن صفحات راحت تر اقدام میکنه. خب اینم که دکمه های ماشین حسابه. گفتم کی فعال میشه؟ وقتی که ناملاک، وقتی که ناملاک و این ناملاک بزنید چی میشه؟ این چراغش روشن میشه، این چراغه. وقتی چراغ روشن بشه اینا این کاری رو میکنن که اعداد ریاضی اینا هستن. اما اگه ناملاک خاموش باشه علائم دیگر رو بالا پایین هم کارهای دیگر رو انجام میدن. برای کسایی که کارهای حسابداری انجام دارن خوبه که سمت راستشون نافعال باشه تا اینکه بیان از دگمای روی کیبورد. قسمت بعدی دگمای اروچی هم بالا پایین کردن صفحات اینا هستن که میبینید و قسمت‌های مختلف. من روی ورد میرم، روی برنامه ورد که دقیقا متوجه بشید. این الان فلش بالا رو میزنم، میبینید یه خط داره میره بالا، میزنم یه خط میاد پایین، یا سمت چپ رو میزنم یه حرف میاد اینور، یه حرف میبینید بالا میزنم بالا، سمت راست میزنم. پس فلش بالا پایین رو برای بالا پایین کردن چیه؟ خطوطه. اما اگر دگمه کنترل رو بگیرم، ببینید یک حرف به جای یک حرف من یه دونه صفحه کامل باز میکنم. خب میرم سراغ متنی که دارم، نگاه کنید وقتی من یه دونه میزنم پایین میاد، ببینید یه خط یه خط میاد پایین، میزنم یک خط یک خط میره بالا، یه حرف سمت راست یه حرف سمت چپ. اما وقتی کنترل میگیرم یک کلمه یک کلمه حرکت میده، ببینید یک کلمه میگیره. وقتی پایین رو رم میزنم یک پاراگراف یه پاراگراف میاد به جای یک خط یک خط، یک پاراگراف یعنی جایی که چیه؟ اینتر خورده. نم یه پاراگراف یه پاراگراف جلو میره. اما دکمه هوم وقتی هوم رو میزنم میاد اول خط، وقتی اندو میزنم میره آخر خط. اما کنترل هوم میره اول کتاب، کنترل بگیرم اندو بزنم میره آخر کتاب. الان رفت دقیقا صفحه 14. الان کنترل هومو بزنم میره اول صفحه. پیج دان یک صفحه، یک صفحه نمایشی، نگاه کنید اندازه یک صفحه نمایشی که کل اینجا، یعنی من الان تا این مؤلفه را به دست آورید و دیدم، پیج دان میزنم بقیهش رو میبینید از اینجا به بعد یا اینجا. بس پیج دان یک صفحه نمایشی، یعنی اینجا رو دیدم بقیهش. پیج آب یک صفحه، یک صفحه نمایشی میره بالا. اما کنترل پیج دان یک صفحه چاپ، ببینید من الان صفحه چندم؟ چهارم. ببینید صفحه چهارم، کنترل پیج دان بزنم میره صفحه چند؟ 5. در حالی که اگر پیج دان خالی رو بزنم فقط چند صفحه؟ چند صفحه؟ 4 تا 3 تا بزنم میشه یک صفحه جا به جا میشه. چشتون به اینجا باشه، ببینید من الان پیج دان 1 پیج دان 2 پیج دان، البته از اینجا شروع میشه، پیج دان 1 پیج دان 2 پیج دان 3 شرف صفحه 8. اما کنترل بگیرم یه دونه بزنم
یک دفعه. بس پیج دان سه بار بزنید یا سه بار یا چهار بار فهم میکنه، صفحه نمایشی جا به جا میکنه. اما کنترل پیج دان صفحه چاپی، یعنی از صفحه 9 من میرم صفحه 10 یک بار کافیه، یعنی صفحه چاپی میبره بالا. پیج آب هم همینطور، هم هم که فهمیدید هم میره اول، و این الان من اینجا هستم، هم خالی رو بزنم میره اول خط، اندو بزنم میره آخر خط. اما کنترل هم اول کتاب، یعنی صفحه یک اومد، صفحه یک. کنترل اند میره آخر کتاب که کارمو شروع کنم، میرم کنترل هم که گزینه بعدی رو یاد بگیرم. یه گزینه داریم خطری، اینسرت، خیلی خطر. نکته مهمی که در مورد دکمه اینسرت وجود داره اینه که الان میبینید فعال نیست، به خاطر اینه که این خطرناکه و میتونه کارتون رو خراب کنه. میریم قسمت ورد آپشنز، قسمت ادوانس، این تیکو باید بزنید تا اون عمل کنه. الان عمل نمیکنه چون این انتخاب نشده. Use the insert key to control over type. اوکی. حالا من اگر این دکمه اینسرت من از روی کیبورد بزنم، الان که هیچی، ببین الان نزدم هیچ، داره کار خاصی نمیکنه، تایپ خودش انجام میده. اما اگر الان بزنم اینسرتو، من هر چی تایپ کنم میبینید این سیاه رو میخوره از هر کجا. مثلا اینجا خطرناک جلوش کلیک کنم، هر چی تایپ میکنم اون کلمات بعدی رو میخوره و اینو جایگزین این میکنه. بس بسیار خطرناکه که یه دفعه آدم یه جایی کلیک میکنه و حواسش نمیره و دکمه اینسرت رو فعال میکنه و کار اوور تایپ میشه، اوور تایپ شدن. و الان یه بار دیگه غیر فعال میکنم، از حالت فعال در اومد، دیگه اون کار رو نمی کنه. بس اینو من میرم غیر فعالش میکنم چون خطرناکه. بعض جاها شاید دادم کار خاصی داشته باشه بتونه استفاده کنه. Use insert key to control، خودش به طور پیشوز غیر فعاله. خب بقیه کار رو داشته باشیم. گزین میکنه. دیلیت هم که میدونید حذف میکنه، دکمه دیلیت. اما حذف دیلیت رو نگاه کنید، یه حرفی حرفه. اما کنترل رو بگیرم چیکار میکنه؟ یک کلمه یک کلمه حذف میکنه. میبینید؟ بس دیلیت یک حرف یک حرف پاک میکنه، اما کنترل دیلیت یک کلمه یک کلمه. فرقش با اسپیس ببینیم چیه. من این سفر رو یه مقدار بزرگترش میکنم که قشنگ فرقش رو با اسپیس بدونید. این قسمت هم رنگیش میکنم، این قسمت رو رنگش رو قرمز میکنم، این کرسر رو میذارم اینجا. ببین من الان دیلیت میزنم از کجا داره پاک میکنه؟ از سمت چپ متن من فاید. ولی بک اسپیس رو میزنم از کجا؟ از سمت راست داره پاک میکنه. ببینید فرق بک اسپیس برای پاک کردن و دیلیت اینه که دقیقا این وسط گذاشتم که ببینید من الان کلمه حرف یه پاک میشه، نه پاک میشه. اما بک اسپیس رو بزنم حرف م بعد ر از این ور. حالا کنترل، کنترل دیلیت یه کلمه برابر میداره، الان برو بر میداره. اما کنترل بک اسپیس اینور یکو الان بر میداره، کنترل اونم همینطور یک حرف یک کلمه. بس فرق کنترل و دکمه بک اسپیس برای پاک کردن متوجه شدید که به چه نحویه؟ شما همیشه با بک اسپیس کار دارید نه با کنترل. چرا؟ من الان تایپ میکنم سمت راستم رو میخوام پاک کنم، اشتباه کردم دیگه، برو پاک کردم، بک اسپیس بک اسپیس. بس شما همیشه سر کارتون معمولا با چیه؟ با بک اسپیس. خب با کلیت های پیج دان و پیج آپ و اندو دیلیت اینا آشنا شدیم. بعضی از کیبورد ها احتمال داره سه تا دکمه دیگه ویک و اسکیپ و پاور داشته باشه که اصلا دکمه های خوبی نیستن و خطری هستن و دردسرایی رو هم ایجاد میکنن. برای راحتی کار گذاشتم ولی همیشه دردسر سازن. پاور، پاور همین دکمه یه که اگه بزنید بشه که کیس پاور رو زدید و یه دفعه شات داون کرد، کل کامپیوتر رو خاموش میکنه. استیپ همون دکمه چیه؟ استند بای. میتونید برید توی استارت استند بای بزنید یا اینکه دکمه رو بزنید کامپیوتر به حالت استند بای در بیاد و اگر استند بای بشه دکمه ویکو بزنید از حالت استند بای در میاد. این دگما رو من توصیه میکنم که روشون چسب بزنید یا این دگما رو از این در بیارید که اصلا استفاده نکنید. اما قسمت بعدی کلیدهای چی اند؟ کلیدهای اصلی تایپ اند که گفتیم انگشتتون رو کجا قرار میدید؟ روی انگشت اشاره دست راستتون روی J و انگشت اشاره سمت دست چپتون روی F و بقیه کلیدها تقسیم بندی هایی که وجود داره. اما ببینید چه دگمایی وجود داره. بک اسپیس برای گفتم چیه؟ همون پاک کنتونه، برای پاک کردن. من الان روی ورد میرم، گفتم من چیزی رو میخوام تایپ کنم، میبینید میخوام حرف N رو اشتباه تایپ کردم، بک اسپیس چیکار میکنم؟ پا
پاکش میکنم، بس پاک کردنه. و اگر کنترل بگیرم یک کلمه رو کامل با هم دیگه گفتم، اگر کنترل بگیرید بک اسپیس بزنید. بس یکی از دگمایی برای تایپ کردن اینه که برای پاک کردن، پاک کنتون، بهترین دگمه‌ای که یادتون باشه چیه؟ دگمه چیه؟ بک اسپیس. خب دگمه بعدی دگمه چیه؟ اینتره، دگمه اصلیه، دگمه اینتر. ببینیم چه کاری رو انجام میده. خوب دقت کنید، من اینا رو پاک میکنم، شروع میکنم به تایپ کردن. من میخوام برم پاراگراف دوم. خب پاراگراف دوم اگر میخوام برم چیکار کنید؟ من اینجا یه اشتباهی کوچیک کردم که بک اسپیس نزدم. خب پاراگراف اینجا نقطه اینتر میره پاراگراف دوم. پاراگراف دوم هم میزنم. خب یه پاراگراف سوم. بس اینتر توی ورد و پاورپوینت و حالا هر چی میخواید برنامه آفیس کار کنید چیکار میکنه؟ باعث رفتن به پاراگراف بعدی میشه. بی خودی اینتر نزنید، اینتر فقط برای اما کنترل اینتر صفحتون عوض میکنه. نگاه کنید سکشن ایجاد کرد، من الان صفحه دو هستم در حالی که اینجا صفحه دو، بس میره صفحه جدید رو باز میکنه. کنترل اینتر، بس اینتر یه پاراگراف، بس از اینجا من اینتر بزنم یه پاراگراف، الان اینو بزنم این خودشه چیه؟ یه پاراگراف شده. ببینید یه خط روش دوباره که انتخاب شده، ببینید اینا، و دوبار بزنم مشخص میشه که توی یک پاراگراف قرار دارم. بس یه اشتباها نگاه کنید، میان تایپ میکنن، مثلا فکر میکنم میخوام به حالت شرمانن فرض کنید در بیارن، اینجا مثلا اینتر میزنه، خط بعدی رو تایپ میکنه، میرسه به اینجا میخواد مثلا تنظیم در بیاره، تنظیم بشه، دوباره اینتر میزنه. این کاملا کار اشتباهیه. شما الان هیچ کاری، مثلا میرسه به اینجا دوباره میخواد چیکار میکنه؟ یه اینتر میزنه. این الان هر کدوم از اینا، هر کدوم ببینید میزنم انتخاب بشه، هر کدوم از اینا یه پاراگراف شد. حالا شما میخواید انتخاب کنید، دردسر برای اینکه رنگش عوض، فقط این پاراگراف عوض میشه. در حالی که اینجا نگاه کنید، من دوبار میزنم این رو انتخاب شد و رنگش رو بخوام مثلا عوض کنم اینه. پس حواستون باشه بی خودی اینتر نزنید. شما اگه میخواید اینو خوشگل در بیارید، منظم در بیارید، چه گزینه‌هایی داریم اینا، جاستیفای رو میزنید قشنگ خودش تنظیم میکنه. شما نیازی نیست که بردارید خودتون دستی با دگمه اینتر این ته و انتها و ابتدای اینو درست کنید. شما گزینه‌های جالب، الان مثلا این الان منظم نیست اینجاش، اشکال نداره، شما جاستیفای رو بزنید خودش چیکار میکنه؟ میکشه اینور اونور میکنه و تنظیم میکنه و شکل در میاره. بس هیچ وقت بی خودی اینتر رو نزنید. اینم از دگمه چی؟ اینتر. بقیه گزینه هم که حروف هاست که آشه. اما دگمه شیفت ببینیم به چه دردی میخوره. دگمه شیفتمون الان من عرضم بزرگ شما که یه متن چیکار میکنم؟ انگلیسی تایپ میکنم، کنترل شیفت راست رو میزنم، حروف هم بزرگ میکنم که قشنگ جلی چشتون باشه که چی دارم تایپ میکنم. این من الان دارم حروف چپستاکم روشنه، میزنم حروف کوچیک تایپ میکنه، شیفت رو بگیرم حروف بزرگم رو تایپ میکنه. بس شیفت یعنی چینج، تغییر دادن. بس اولا من میخوام بنویسم اکبر ظهیری، شیفت رو میگیرم A اکبر فاصله، شیفت رو میگیرم زد بزرگ ظهیری. بس برای اینکه حروف کوچیک و بزرگ تبدیل کنید، این یک کار بردش. کاربرد دیگه‌اش رو یاد بگیرید. ببین الان من چیکار دارم میکنم؟ دارم انگلیسی تایپ میکنم، اما اگر آلت رو فشار بدم و شیفت، آلت شیفت فارسی تایپ میکنه. ببینید حالا آلت شیفت راست رو میگیرم، چپ رو میگیرم، انگلیسی تایپ میکنه. بس آلت و شیفت به همراه هم دیگه چیکار میکنه؟ باعث میشه که حروفم عوض کنه. من الان دارم از کجا سمت کجا چاپ میکنم؟ انگلیسی چاپ. حالا میخوام از سمت راست بشه، یعنی راستچین فارسی، کنترل شیفت راست رو میگیره. ببینید کنترل، ببینید داره از سمت راست تایپ میکنه. میتونم الان آلت شیفت، ببین آلت میگیرم، آلت شیفت حروف انگلیسی تایپ میکنه، از سمت راست فرقی نمیکنه. برعکس آلت شیفت میگیرم چیکار میکنه؟ فارسی. اما اگر میخوام از ساختار انگلیسی داشته باشه، کنترل شیفت. ببینید کنترل شیفت و آلت شیفت خیلی باید تمرین کنید برای ساختار فارسی و تایپ حروف انگلیسی و ساختار که با هم دیگه فرق می‌کنن. اینم دکمه چی؟ شیفتمون. اما بریم سراغ
بقیه گزینه ها. یه گزینه داریم کنترل. گفتم کنترل چیکار میکنه؟ گزینه دکمه کنترلی که این پایین وجود داره، میام روی ورد چه دقیقاً کنترل گسترش میده قدرت کلیدای ما رو. ببین اول کلید جلو رو میزنم یه حرف میره جلو، ولی کنترل رو میگیرم یک کلمه میره جلو. دیلیتو میزنم یک حرف پاک میکنه، ولی کنترل میگیرم یک کلمه پاک میکنه. اسپک اسپیس هم اینطور، الان یک حرف داره پاک میکنه، یک حرف میبینید؟ برای اینکه بهتر ببینید بزرگترش میکنم، دقیقا مشاهده کنید که من چی میگم. الان یک حرف، یک بک اسپیس، یک حرف، ولی کنترل میگیرم یک کلمهش میکنه. بس کنترل چیکار میکنه؟ قدرت کلیدامونو افزایش میده. خیلی از کلید الان اند میزنم میره آخر خط، ولی کنترل اند آخر کل صفحه. گرفتید؟ یه اینو میزنم بالا رو میزنم یه خط میره بالا، ولی کنترل میگیرم یه پاراگراف میره بالا. یا پیج دان رو میزنم یه صفحه نمایشی میره، ولی کنترل پیج دان یک صفحه چاپی میره با این، یه صفحه چاپی میره بالا. کنترل هم میدم میگه کل خونه میره بالا، یعنی کل اول کتاب میره. بس کنترل باعث افزایش قدرت خیلی از کلیدها میشه. دکمه یه بغلی کاربردهای دیگه هم داره. بغلی این یه اشارهگر، یه سمی و اندازه کلیک راسته، یعنی با کسایی که با کیبورد کار میکنن نگاه کنید، من الان تو ورد کافی اونو بزنم انگار که کلید راستمو نگاه کنید، دیدید انگار که اینجا که ماوسمو کلید راست کردم، اینو انتخاب میکنم، میبینید کلید راست روش میذارم این گزینه ها. حالا من اینو انتخاب میکنم و ماوسمو نمیزنم، چی رو میزنم؟ کیبورد، اون کلیدو میزنم، میبینید؟ بس کلید راست الان روی ویندوز، روی مایکروسافت دسکتاپم، میرم روی دسکتاپ، میبینید الان اون کلیدو میزنم، چی میشه؟ میبینید فعال شد. یا اینو انتخاب میکنم، دکمه رو میزنم، کلید راسته، میبینید انگار که اومدم روی این کلیک راست کردم با ماوس. بس این دکمه، حواستون باشه، دکمه ای که گفتم، این دکمه کلید راسته، انگار که با ماوس. اینم استارت، هر وقت بزنم استارت میاد، ببینید استارت اومد بالا. این هر کجا من اینو بزنم دکمه استارت، الان اینجا نیستم یه دسکتاپ، کافی اون دکمه استارت رو بزنم، میبینید استارت، فعال کردن استارته. اینم دکمه استارت. آلت هم که گفتیم دکمه بغل دستی باعث میشه که یه سری از کلیدها فعال بشه. نمونهشو نگاه کنید، من الان آلت رو بگیرم ببینید چه اتفاقی میفته. میانبران فعال شد روی ورد، نگاه کنید، من الان آلت رو میگیرم، ببینید میانبرها میگه، یعنی اگر اچ بزنی میره. الان من مثلا میخوام برم پرفرنسز، اس رو نگاه کن، آلت اس بزنم میره گزینه پرفرنسز، میبینید؟ بس آلت رو بگیرید. حالا تو اینجا پرفرنسز هر کدوم از اینایی که میبینید حروفش مشخص کرده میانبرشو. روی مای کامپیوتر کلیک میکنم که آلت رو ببینید. من الان آلت رو بگیرم، نگاه کنید زیر خط دار شدن اینا، مشخص شد فعال. این الان زیر خط دار نیستن اف اینا. آلت رو بگیرم زیر، یعنی این که من اینی که حرفش زیرش خط کشیده رو بزنم، ای رو بزنم فیوریت باز میشه، نگاه کن حرف ای رو میزنم فیوریت. اما آلت رو میگیرم، الان حرف تی رو میزنم تولز باز میشه، نگاه کنید حرف تی تولز باز میشه. بس این یکی از کاربردهای این میانبرها رو فعال میکنه آلت. دکمه چی؟ آلت. کاربردهای دیگه هم داره، یکی از کاربردهای مفیدش رو گفتم. خب بریم ببینیم. بس گزینه‌ای که بک اسپیس پاک کردم بود، اینتر درست کردن پاراگراف بود، شیفت تغییر حروف بزرگ و کوچیک بود، کنترل افزایش قدرت‌های کلیدها بود، این کلیک راسته، اینی که گفتیم کلیک راست، اینم استارت میاره برای آلت هم که میانبرها رو گفتیم فعال می‌کنه و کارهای دیگه‌ای که انجام میده. اصلی‌ترین دکمه‌ای که شما دارید دکمه چیه؟ اسپیس، فاصله ایجاد. خوب دقت کنید، من توی ورد میرم تایپ میکنم، این همینطوری داره تایپ میکنه، میشه یه کلمه، حتما بین کلمه باید فاصله، این اسپیس رو میزنم یه فاصله. بس اسپیس چیکار میکنه؟ بین کلمات فاصله ایجاد. بس نگاه کنید الان این خودش کلش یه کلمه است، در حالی که اینا چیه؟ یه کلمه کوچیک کوچیک. بس بین چیکار میکنه؟ بین کلمات فاصله ایجاد میکنه. بس حتما به خاطر همینه که دوتا انگشت، چون کاربردش زیاده، هی تایپ میکنید فاصله، هی تایپ میکنید فاصله، هی تایپ میکنید فاصله. بس این چیه؟ اسپیس، فاصله بین حروف ایجاد میکنه، که برای بین کلمات مزد میخواه، بین کلمات فاصله ایجاد میکنه. دکمه بزرگی هم هست چون کاربردش زیاده. اما سمت چپ، این همون دکمه های آلته برای دست چپ.
چرا؟ چون ما گفتیم که کسی که کلیدو درست داره کار میکنه باید دستش چطوری قرار بده. اینجا نگاه کنید، برمیگردم به اون صفحه‌ای که داشتیم، اینجا اینا تقسیم میشه و از طرف اومده یه شیفت سمت چپ گذاشته، یه شیفت سمت راست گذاشته، که یا کنترل سمت چپ یا کنترل سمت راست و بک اسپیس هم که اینجا، که اون اگر شما مثلا الان حرف ای رو میخواید بزنید چیکار باید بکنید؟ شما باید با این انگشت کوچیکی شیفت سمت راست رو فشار بدی، بعد حرف ای رو با این انگشت کوچیک از این ور بزنید. حالا اگر شما میخواید چیکار کنید؟ پی بزرگ رو بزنید. این انگشتی که مخصوص انگشت کوچیک که مخصوص پیه میاد پیو فشار میده، ولی باید شیفت بزنید دیگه. این انگشت کوچیکه سمت چپ شیفتو بس. دقت کنید که این کلیدها به خاطر این یه دونه شیفت راست داریم شیفت چپ. موقعی که این انگشت کوچیک میره اینجا، این اگر لازمه شیفت سمت چپو این چیه فشار بده. بس به خاطر این انگشتا چیه کلیدها از هر کدوم دوتایی تقسیم شده و قرار داده شده، که میبینید همون کنترل و آلت و شیفت اینورم هست. اما دکمه کپساک هم که گفتیم وقتی فعال بشه این حروف فقط چی میزنه؟ بزرگ. اما یکی از گزینه‌های مهم تبه. ببین من الان آلت تبو بگیرم چه اتفاقی میفته؟ ببین آلت رو گرفتم و تب، این تبو میزنم، باعث میشه که بین برنامه‌هام حرکت کنم. الان میرم روی مای کامپیوتر میخوام فعالش کنم، یه بار دیگه میزنم میخوام پاورپوینت هم رو بیارم. ببینید بس یکی از کاربردهای تب اینه که وقتی با آلت فشار داده باشه شما راحت روی صفحاتو میتونید چیکار کنید؟ حرکت کنید. من الان نگاه کنید چند تا پنجره فعال دارم، باید بیام کلیک کنم یکی یکی، ولی وقتی آلت تب رو بگیرم راحت. بس یکی از کاربردهای تب اینه. اما توی تایپ کردن به چه دردی میخوره؟ شما مثلا فرض کنید من میخوام چیکار کنم؟ تست تایپ کنم. تست نمیزنم. گزینه‌ها، گزینه A میزنم، بعد هی باید اسپیس 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 پدر اسپیس رو در بیارم کیبورد، بعد بزنم B، بعد اسپیس 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 گزینه C، بعد گزینه چی؟ D. خیلی پدر در میاره، این پدر کیبورد و اینا رو در میاره. حالا تست بعدی رو میزنم، میخوام براش چیکار کنم؟ گزینه ها رو مثل این بزنم، دوباره باید چیکار کنم؟ بزنم A اسپیس، بعد اسپیس، بعد اسپیسمو دقت کنم که دقیقا بیفته زیر B. الان نمیدونم واقعا زیر B افتاده یا نه، فاصله داره یا نه. بعد هی بزنم، بعد هی بزنم که بره بیفته C، گزینه C. آیا واقعا زیر این افتاده؟ هم تراس است. خیلی راحت تب استفاده کنید. ببینید A گزینه اولو میزنم، تب 1 2 3 تا تب زدم، خب سریعتر حرکت میکنه. 8 تا 8 تا 8 تا بی رو میزنم، گزینه بی مو مینویسم، بعد تب 1 2 3 رو میزنم، گزینه هامو میزنم. حالا نگاه کنید تست بعدی رو مینویسم، میخوام گزینه هامو بنویسم، A گزینه هامو مینویسم، نگاه کن تب 1 2 3 دقیقا دیگه میدونم میفته زیر چی؟ بی. بس یکی از کاربردهای تب اینه که حرکت های ما رو چیکار میکنه؟ بعدن بیشتر یاد میگیریم، سریعتر میکنه، 8 تا حرف میبره جلو که اسپیس رو بی خودی خرابش نکنیم. یکی هم که میزون دقیقا برای تستا، تب میزنم 1 2 3 میبینی دقیقا زیر 30 افتاد، بدون این که دیگه خیال ناراحت بشم که در حالی که با بک اسپیس بالا پایین میشد. پس یکی از کاربردهای تب چیه؟ 8 تا 8 تا حرف حرکت میکنه و سریعتر هم چیکار میکنه؟ حرکت میکنه. مثلا اینو میخوام ببرم جلوتر، هی دیگه باید با این هی بزنم بک اسپیس، خیلی راحت تب میزنم، با تب میره جلوتر، سریعتر، نرمترم میره، راحتترم میره، جاش هم 8 تا 8 تا حرکت میکنه. حالا اگر اینم میخوام هم دراز این بیارم، نگاه کنید با تب دقیقا روبروی این میفته، با تب روبروی این که میخوام هم دراز با این بشه. اینم چیه؟ دکمه تب. بس کلیدها رو و یه دکمه دارم اسکیپ، اسکیپ بزنم صفحه خارج میشم. میبینید الان من اسکیپ زدم از صفحه خارج شدم. یه بار دیگه نگاه کنید، این الان اسکیپ بزنم از این صفحه نمایش دارم خارج. اسکیپ یعنی گریز فرار، خارج شدن از برنامه ها، صفحات که وجود داره. بس دکمه ها رو یاد گرفتیم، این اسکیپ برای خروج، فانکشنال کی کلید های کاربردی بودن و چراغ ها و ماشین حساب و کلید تایپ که گفتیم
و کار کردیم. دقت کنید بعضی از کیبورد های جدید اومده خیلی جالب، نور. اصلا کیبورد ندارید شما، کیبورد مجازیه به صورت نوره، یعنی از این یک کیبورد رو زمین میفته رو صفحه یک هست، شما روی این تایپ میکنید دقیقاً کاراتون انجام میده. اینا دیگه دستگاه های جدید پیشرفته، یعنی شما با خودتون حمله میکنید. این دگمش چیه؟ یه چراغ داره، از اینجا چراغ پخش میکنه رو هر صفحه سفیدی که تمیز باشه و تایپ میکنید. قشنگم چیه، کار خودش انجام میده. نمونه فیلمش هم توی سی دی گذاشتم. طریقه درست نشستن خودتون و به بچه ها حتما چکار کنید یاد بگیرید. گردنتون، کمرتون، پاهاتون، به خصوص دستاتون که فردا آرتروز گردن و دست اینا نگیرید، و نحوه نگاه کردن سریع و استفاده کردن از این رو یاد بگیرید. امیدوارم که این مبحث مورد استفادهتون قرار گرفته باشه، برای که اصولی با کیبورد و حروفایی که باید یاد بگیرید و استفاده کنید.